با نام یاد خدا، سلام و وقت بخیر حضور شما بینندگان عزیز در ورزشگاه شهدای شهر قدس، هفته دهم لیگ برتر ایران، جایی که استقلال تهران میزبان تراکتور تبریزه. بازی رو به جلو هجومی آغاز کردن، اومدن در این دیدار خودشون رو از اتفاقات گذشته جدا بکنن. رامین کاپوتا با پای شب میزن و مستقیم به سمت چرچ، خطرناک و نفسگیر از کنار دروازه تراکتور، ضربه کاکوتا به بیرون رفت. پوستانسکی همکاریش با عارف آقاسی، مستم بازی رو متوقف میکنه آقای بیژن حیدری. سیستم آپاش ورزشگاه شهدای قدس هم خود به خود به کار افتاده و بازی متوقفه تا مسئولین ورزشگاه سیستم رو خاموش بکنن. جالبه کنار زمین آقای موسیمانی رفته با پاش مسیر آب رو منحرف کرد. نمکن همه منتظرن تا این مشکل برطرف بشه و بازی دنبال بشه. رد شدنش از دو سه بازیکن، پاس دیدن بین مدافع، موقعیت برای بازیکنان استقلال، یه خروجی موفق از علیرضا بیرانوند، اجازه نداد که آرمان رمضانی دروازه‌شو باز بکنه. هواداران دو تیم هم که در ورزشگاه حاضرن مدام دارن تیم‌های محبوب خودشونو تشویق میکنن. برای بازیکنان تراکتور موقعیت کماکان هست در مقابل دروازه. این صحنه بود که زد پای شجاع خلیل‌زاده رو و کارت زرد رو هم دریافت کرد. به بیرون از زمین میره، از مقابل دروازه سید حسین حسینی باید کار دنبال بکنه. حفظ مالکیت توپ با پاسای کوتاه، دارن نزدیک میشن به محوطه جریمه استقلال. پاس کوتاه درون محوطه جریمه هاشم نجات، روی پای راست و ضربه شساویه بسته، توپ برگشتی باز هم میتونه خطرناک باشه و تم به کورنر میدن مدافعان استقلال. حرکت در اومده مهدی ترابی، با سرعت هم به توپ رسیده، یه بازیکن در مقابلش از زاویه بسته، یه حرکت قشنگ از بازیکن تراکتور رو در نهایت توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. پای راست مهدی ترابی و واکنش سید حسین حسینی که این بار هم دروازش ایمن نگه میداره، اجازه نمیده که دروازش رو باز بکنه مهدی ترابی از زاویه بسته. رضاییان در مقابلش یه حرکت پشت محوطه جریمه، موقعیت برای شوت زنی بازیکنان تراکتور، این ضربه که دمیانی را با برخورد پای مدافعان دور میشه و در نهایت ضربه که از بالای دروازه به بیرون میده. حرکت نزدیک به محوطه جریمه، موقعیت برای کاکوتا، میبره به سمت راست، یه ارسال به روی دروازه، ضربه سری که زده میشه تیر دروازه. خوش شانس بودن بازیکنان تراکتور که از این موقعیت جون سالم به در بردن. ها به بیرون رفت، حالا فرصت هست که صحنه و استر رو ببینیم. موقعیتی که بازیکنان استقلال داشتن، ضربه سر پای راستش برگشت شده میشه. ریکارد آلوز یه ارسال نرم روی دروازه، دفع ناقص از حسینی و دروازه استقلال باز میشه. دفع ناقص دروازه‌بان و فرصت طلبی عارف آقاسی که باعث میشه توپ از خط دروازه استقلال رد بشه و به این شکل شادی به سمت سکوهای تراکتوری ها بره. ببینیم با هم صحنه آستر رو اینجا قاطی کرد با مدافع، توپ که افتاد جلو پای عارف آقاسی و بدون هیچ گونه کار اضافه سرزد محکم جوندار توپ رو وارد دروازه کرد. هماهنگ بود. رضاییان پرتاب را انجام میده و کار میکنه با کاکوتا. خود رضاییان واسه شروع به سانت کردن، این ضربه سر آرمان رمضانی که به وسط دروازه زده شده، جایی که بیرانوند انتظار توپ رو میکشه رو جلو میارن. آبی پوشان از سمت راست به حرکت در اومده، رامین رضاییان یه دریبل دو طرفه هم زد بخورد در محوطه جریمه. چیکار داره میکنه رامین رضاییان در محوطه جریمه تراکتور؟ تو دل هواداران دو تیم و بازیکنان درون زمین هم نیست. اینجا میبینیم با هم صحنه آستر رو، رامینی که از بین دو بازیکن اومد رد بشه، برخورد داشت با بازیکنان تراکتور. خبری از اعلام پنالتی نیست و باید کار از کنار زمین آغاز بشه. چهار پاس بین مدافعان، موقعیت برای بازیکنان تراکتور پشت محوطه جریمه، این ضربه به سمت چرچ خطرناک از کنار دروازه، ضربه امین حسین حسین زاده به بیرون رفت. موقعیت بهتری رو به وجود بیاره، ترجیح داد که گزینه جسورانه رو انتخاب بکنه، ضربه روی پای راستش از منطقه 14 زمین با این اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت. تعویض منطقه بازی به سمت چپ، جلالی ارسال کاتا به روی دروازه و این ضربه سر آرمان رمضانی که با اختلاف زیاد از دروازه تراکتور به بیرون از زمین میره.
آرمان رمضانی اونجا بدن میذاره، توپ رسیده به کاکوتا، موقعیت شوت زنی برای کاکوتا. چند تا پاس کوتاه از زیر اون پرس خارج شدن، از اون شلوغی توپ رو بیرون میارن ولی ترابی اشتباه میکنه، موقعیت داره ابوالفضل جلالی، فضای شوت زنی رو برای خودش مهیا میکنه ولی ضربه پای چپش اصلا خوب نبود. اشتباه میکنه ترابی، یه توپ رو با این رو انجام داده، حرکت میکنه به سمت دروازه استقلال، پاس تو در بین مدافعان در محوطه جریمه، ضربه فنی به سمت دروازه و گل دوم برای ترایتو. آب سرد می‌ریزه روی جف ورزشگاه استقلالی شهر قدس. ببینیم با هم صحنه استرو چه حرکت با گام‌های کوتاه چقدر قشنگ دید. سجاد آشوری رو معطلم نکرد، سجاد آشوری با این بغل پای درجه یک توپ رو به طور دروازه استقلال رسوند و این بار او بود که مخلوب کسید حسین حسین. خروجی که موفقیت آمیز نبود از سوی دروازه‌بان استقلال. تصدیگان ویژه پاسداران غرب استان تهران به منظور برقراری نظم و امنیت در ورزشگاه موقعیت در محوطه جریمه برای بازیکنان استقلال. همه جانبه این عزیزان باعث شد که این رقابت تقدیم دیدگان شما عزیزان بیننده بشه. موقعیتی که داشتن بازیکنان استقلال، شروع مجدد بلندش به میانه های زمین، باز هم حرکتی دیگر داره آغاز میشه از سوی بازیکنان ترکیه، از همونجا دروازه رو تهدید میکنه ریکاردو آلوز با این ضربه پای چپ ولی توپش با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت. با پای چپ یه حساب مقابل دروازه فرصت برای بلانکو، هرچند که اعلام آفساید هم شده بود، آقای بیژن حیدری در سوتش میدمه، پایان بازی رو اعلام میکنه و ترایتور موفق میشه که بازی حساس هفته دهم رو با نتیجه 2-3 به نفع خودش به پایان برسونه.